سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به مدبز. فرزاد هستم به همراه آنایتا. بریم سراغ جدیدترین فری استایل از علی اوچ. خیلی خوش اومدید بچه ها. آقا چه خبره تو رپ فارس؟ یکی به ما بگه کی به کیه، کی کیو میزنه، کی طرف کیو میگیره. تو با ناپلونی هم فکر کنم نتونی این دفعه. من دیر جون میرم فکر کنم کار آخه بیدونی گذاشت، کار به نسل یکی هم کشیده. اصلا داستان پیچیده شده. تو اگه حتما بچه ها که خبر دارن، حواشی رو دنبال میکنن تو رپ فارسی، یه سری ها دارن به هم نزدیک میشن، یه سری دارن یه سری دوباره دیس میکنن و هر چی اصلا فرمولا و معادلات داره به هم میریزه. تو جدیدترین فری استایلی که از علی اوج در واقع منتشر شده، بچه ها خیلی دایرکت زدن به ما که حتما بهش واکنش بریم و گفتم فدایی رو دیس کرد. آره همون، اصلا جای تعجب. من هم میدونم تو این چند روزی که دنبال میکردم توییترهایی که اشکان فدایی زده واکنش داشتن بهش. من رضا پیشرو هم دیدم که اکسانه نشون داده بود و فدایی گفته بود آقا شما همه رپ فارس مثلا یه طرف اینو نمیتونین بخورین، اینا شاکی شده بودن. اول کروز ونتونز اومده بود گفته خب ولی تو میتونی بخوری. خلاصه معلوم نیست کی به کیه. داستان میشده داستان. ولی اینی که میان همه به اشکان فدایی گیر میدن دم آلبومش هم مشکوکه، همین که یه خودم خطرناکی دیگه. چون اشکان فدایی حالا نسل یکی کاری ندارم اصلا داستان نسل یکی باشه اینا، ولی اصولا با پشتوانه که قبل از اینم داشته تو ملتفت و سروشیش کسی اینا، وقتی تو بیف میاد خیلی داستان پیچیده و وحشتناک میشه. آره. یعنی واقعا دیگه همه میدونن که دیسای خفنی میده. اینه که وقتی میان پیله بهش میکنن نمیدونم، شاید این آلبومش آره یا مال اونه یا اینکه واقعا رپ فارس یه داغ میشه دیگه. حالا نمیدونم مثلا 14 یا 16 تا یو ترک باشه سر لیست باشه، همه لیست لیست آلبوم. خودش تو توییت زده بود که سپرده به مهدیار که کاری نداشتن. حالا بریم ببینیم علی اوج چه کرده. علی اوج از یکی از اون رپرایی که واقعا با دلش هیپ هاپیه و خیلی صاف ساده است یه جایی به نظرم. تو اینو احساس میکنی مثلا رو فری استایلش که میشینه و دلی میده. اون تو فری استایلی که ما رفتیم ازش چند... آخریا اسمش دستگرمی بود درست؟ آره آره. اینم دستگرمی سه بکنم. نه فکر کنم سه تا رفته بود. آره. حالا اگه این بخواد اونو بگی که باید بشه چهارمی یا پنجمی. بریم بریم یو یو او جی دستگرمی چهار دستگرمی چهار برو بریم یه گرانادوه علی کار پنگ ان نقه کار تو پنگ نقه توی اتاق میشینی مثلا اینگاه یه چای کمپلون کنش ای لاتیو برو من ایرانم و اکفم میخوای کم افم و میگم تو پاریسی و داری اعتراض میکنی جیگر راست دیگه بچه به فدایی اینا هم خیلی شروع کرده دیگه. ما از جا داریم حرف میزنیم ولی شما بیرونی، یعنی از بیرون دارین مثلا چیز اینا. آخه بیرونی که مثلا تیکه مینازم بهشون. من اگه بیادم ترکیه مثلا خلصم الان باش درگیره. البته من اصلا این حواشی که دیدم دیدم خیلی چیزه مثلا چیزای الکی هم با هم درگیر شدن، یعنی الکی که اون اشکان فدایی اومده گیر داده دیگه، اینا هم جواب میدن. بعد این میگه مثلا اینکه بیای ترکیه تو رو میبرن، اون میگه فلان. نه این بیشتر من الان این بخششو گرفتم که آره. چون بیشتر محتوای کار حالا فدایی و بچهای ملتفت اینه که از ایران میخونن و از وضعیت تو ایران، این داره به اون میزنه که من اینجا دارم حرفمو رو کراس میزنم، یعنی منم همون حرفایی که شما میزنید اینجا تو وسط ایران دارم میزنم. تو پاریس داری میگی اینو داری میگم تو پاریسی و داری اعتراض میکنی جیگر، هر وقت اومدی کف ایران کنار مردم اعتراض کردی، اون موقع مردی میگیری چی میگم به اعترام گذاشتم فکر کردی که خبریه، اشکالا اینجاست که همون اوله کار نزدیمه تو، حتی یه بار سر رپم دستگی نشدی، من شدم و بازموندم ادامه دادم پا قلبیه قلبیه. آقا یه چیزی
الان اینجا هم خودش اشاره کرد، ریفرنس داد به فرستاده قدیمش، اونجا گفت گلادیاتور رو به فدایی، یعنی کلی پیپسی با کرد، الان میگه نباید احترام میذاشتن. من شدم و باز موندم، ادامه دادم تا قلبیه، همه بیرون گود فاز قهرمان میگیرن، این وقتی جبه میجنگن اونا میگن چیری کن، شوعتا افتخار این خاکن، تحکمشون بالاستون، جنگیدن و امنیت ساختن، آره داشتم مردن نرکس اون تا حالا که جیر خاره انگلیسن، واسه پول شکمشون ضد ایران می نویسن. چیر خاره انگلیسن، اینو توی یکی از ترکایی که قدیم خیلی درگیری هستن، سوراب امجی به پیشرو میزه، پیشرو به اونا میزه، فدایی اینا به سوراب امجی میزن، سوراب امجی به اونا میزن، یعنی همه به هم میزن که تیره خواهر اونجا، ولی سروش شده به سروش میگن. خود رضا هم اگه اشتباه نکنم توی اون بیفی که داشتن با هم تیکه اینجوری داشت بهش، حسین هم تیکه اینجوری انداخته به سروش که آره اینی که تو میگی صد درصد درسته، ولی یادم چند وقت پیشام که سر حابیل و قابیل رضا پیشرو رفت با من و تو مصاحبه کرد، سوراب امجی میگفت که با تو جیروخار ملکه ایم، اون میگفت با من که ای جیروخار ملکه ایم، تو اونجا درس میخونی پاس اونا داره، یه داستان این شکلی. ولی الان فکر کنم تیکه به سروش انداخت، الان فکر میکنم یه جوری سروش هم درگی کرد. ولی خودم مترس علی درک به توان، به فرنگ مرتبطم راستش میذارم زمان، جامعه که به خود شناسی نرسه به تغییر فرنگی هم نمیرسه، فرنگی هم نباشه به تغییر کلی هم نمیرسه، نمیشه که میبره درسته، یه خدمت با ارزش به این نسله، از کوچیک تا بزرگش این افانون رو بازم ریفرنس هست باز به خانوادگی و میگه یه لطفی بوده به رپ فارس و باعث روشش شده، خیلی واقعا کار خفنی بود. البته منم موافقم، وقتی سی و خوردهی رپر کنر باییم سن چقدر قشنگ میشه، یعنی میشه اونجوری هم تو رپ باشن با هم کوچیک تا بزرگش این افانون رو نمک نمیشناسه، کسی که افتخار برگاز پیشه یه سیاست و داره دیگه نمیتازه، چی میگی داداش یه روز بس به نایاد، یه روز بس به الیزابت، یه روز بس به بابا یه روز وصف نایا، یه روز وصف الیزابت، یه روز وصف بابا، سلطنت پرستا، یعنی میگه در وصف همین خودت چند چندی با خوده الیزابت هم که بابا چیه میگه؟ بابا اشکان فضایی چیه؟ فکته اصلا. من نمیدونم چیه، من نمیدونم این چیزی هست، بچه ها برام جزئیات اینطور نمیدونم، بچه ها بیاین کامنت کنید. چیمیرگی داداش یه روز بس به نایاد، یه روز بس به الیزابت، یه روز بس به باباد، نه تو تیم زدازیم نه تو تیم ملتفه، مخلص خانوادگی یه پسر باحال. بازم دیگه اینجا مثلا یه خود من خوش از زد بازیم کشید کنار، یعنی برای من فرقی نداره، من فاز خانوادگی هستم که مثلا یعنی من طرفدار صلح تو رفتم، نگفتی هستم گذاشتین این سا تبلیغات کردین، از پس آخرشم گفتی لعنت به خودم، و هر شب که فکر کردم اصلاحی از تو وطن، در واقع مثل این نامه هایی که تو دادگاه می نویسن میگن اونو رپ کرده داره میگه. حالا داریم به همه میگیم که وصلن، ما خوب یادمونه، میگی داری حالا داری به همه میگی که وصلن، چی بود منظور؟ به هم میگن وصلن که به چیز میگن دیگه، به زدبازی میگن، به زدبازی میگن وصلن، میگه خودت اینجوری اینجوری، حالا به هم میگی وصلن، یعنی خودت کنت گوییه، ولی به بقیه آره منظورش اینه، حالا یه چیزی اینطوری نمیدونم، میگه حالا مثلا تو یه بار در مدح این میگی، یه بار در مدح اون مدح اون، بعد به بقیه میگی وصلن، این چیزی مایا، حالا داریم به همه میگی وصلن، ما خوب یادمونه، هیپ هاپ کارمونه، واژه ها نمادین، منتقد به قوانین، این فرنگو میسازیم، خانوادگی بی‌ننگ و فدایی. او خانوادگی، خانوادگی یعنی به اون سبک خانوادگی اونجوری میریم جلو، سو خانوادگی بدون ننگ، هم میتونه به اون اشاره کنه که خانوادگی اون شکلی، یعنی یه خانواده بدون ننگ و فدایی، یعنی فدای ننگ این خانواده رفت فارسه. ببین این موزیک
موزیک اگریسیوی نیست این بیتی که داره استفاده کرده و داره فری استایل میکنه، خیلی ملو داره در واقع رپ میکنه، ولی خیلی تند و تیز هم داره میزنه فدایی رو. و من نمیدونم اشکان فدایی چجوری اکسانش نده، چون چند وقت، چون معمولا این چیزی که ازش اکسانش داده ولی همش در حد عنوان یه دیس دادن، دیس بک دادن یا هم چیزی، ولی خیلی هم به نظرم با فدایی در افتادن تو دیس و دیس با یعنی بیف جذاب خواهد شد. آخه بچه های ریل یعنی پیشرو و علی و جوینه اوکی شده بودن با بچه های ملتفت، حالا ولی نمیدونم چرا مثلا این وریش نمیدونم داستان چه معادلاتی داره. پیشرو هم مثلا که تو همین یکی دو روزه یه درگیری لفظی باز داشته با فدایی، نمیدونم. آره نمیدونم داستان چیه، ولی اگر بیف یک بگیره خیلی خفن میشه. شاید یه چیزی بشه بیف حسین و این بر فدایی که شکل گرفته بود، حالا مثلا بین اکیپ رضا پیشرو و خود رضا پیشرو. الان خب اون بار زد بازی هم درگیره فدایی دوباره. آره سربازای وطن نفراری، اوه سربازای وطن ما این نفراری، فدایی فراری، فدایی تو فراری. منو مثل الماسین سربازای وطن نفراری، اینم یادگاری واسه فدایی، فروها آتیشی تلایی اوجی 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 ای بول رپ میکنه خدایی، خیلی دلی و خیلی ساده رپ میکنه، این جذابه. ولی از اون برم گیر دادن به فدایی یه آره یه بیف خفن خواهد شد اگه بشه، که ما که مخاطبیم که قطعا حالش رو میبریم دیگه. آره یه سکوت بشکنه بیاد جلو. آره و حقیقت منم خیلی وقت منتظر یه آهنگ جدید از فردی آره. بیاد ببینیم چیکار میکنه دیگه. حالا آلبومش هم هر چیز تو بیاد خوشحال میشه. ببینیم که چی پیش میادش. به هر حال تو رپ تا بوده از این کلکلا بوده و برنده این بازی ها معمولا هیچ کدومشون نیستن به غیر مخاطبان رپ فارس که لذت میبرن دیگه بره. و البته تو هم رپ امریکا هم همیشه این داستان رو بوده. بچه دمت گرم تا آخر ویدیو همراه بودید، اگر ما ساب ندارید یا تازه با ماشین شدید سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید نوتیفیکیشن براتون فعال بشه و آدرس سوشال میدیا من آنها این پایین اینستاگرام فیسبوک و توییتر که خوشحال میشیم اگر با من آنها حال میکنی اونجا ما رو ساپورت کنی. در نتیجه امیدوارم از هر جای دنیای ویدیو دیدی پر از آرامش و انرژی مثبت باشی، کلی آدم مشتی دورت پر کرده باشن، شب روز لاکچری داشته باشی. خدافظ.